عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. رضا عزیز برنامه را هدایت میکنه، ممنون. و برنامه امروز از ابتدا به ساکن میریم به سراغ آقای دکتر محسن سازگارا. سازگارا درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی، خدمت همه بینندگان عزیز. عذرخواهی هم میکنم، من سرما خوردم، صدام گرفته، به سختی در میاد، ممکنه وسط برنامه سرفه و عطسه و فینفین هم بکنم. به هر حال به بزرگواری خودتون ببخشید. امید شفا دارم آقای سازگارا. دوست سازگارا، از اون روز برفی که مردم از خواب بیدار شدن و خبر شدن که نیمه شب دولت قیمت بنزین رو بالا برده، عملا ما وارد یه دوره جیگری میشیم از تاریخ ایران. جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی روز ما قبل نیست. میخوام ببینم روایت شما از دوره جدید چیه؟ ما به کدام سمت داریم میریم؟ بسیار سوال خوبی است. در واقع اگرچه حادثه‌ای که از جمعه به قول شما برفی شروع شد کماکان ادامه داره و در کشور رو بستن، پرده‌ها رو پایین کشیدن، همه چیز قطعه و ابعاد جنایت و کشتار حکومت و یا اعتراضات مردم به درستی بر همگان چه داخل ایران چه خارج ایران هنوز روشن نیست. ولی تا همینجا هم آقای میبودی، حادثه‌ای که اتفاق افتاده به نظر من شروع یک فصل جدیده، به این معنی که اگر جنبش اصلاحات، برگردیم عقب به حدود 20 چند سال پیش، بر این باور بود که نظام جمهوری اسلامی قابل اصلاحه، میشه درستش کرد، نهایتا مثلا حالا یه خورده قانون اساسیشو تغییر داد و شکست خورد اون ایده، معلوم شد که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست، از اونجا شروع شد. و اگر در سال 88 تصور این بود که با انتخابات، با یک رئیس جمهوری که دوز نباشه و آدم شریفی باشه مثل آقای موسوی، به هر حال موسوی هر عیبی داشته باشه مرد شریف و نجیب و سالمی است و آدمی است که به مردم هم اگر قولی میده، مثل همی که گفت رأی بدین اگر تقلب شد پاش میستم، هم او و هم کروبی به این یه قولشون وفا کردن و ایستادن، اگرچه آماده عبور از نظام جمهوری اسلامی نبودن. و اون مقطع سرکوب شد، معلوم شد که نه، دار دسته دزدا و آدم کشا دیگه حتی آدم خودی مثل مهندس موسوی آقای کروبی هم تحمل نمی کنن. اگر اون مقطع سپری شد و در سال 96 اعتراضات مردم به جنبش لیسانسیهای پابرهنه معروف شد، عمدتا جوانهای بیکار در شهرهای کوچیک به خصوص به میدان آمدند و خواستند که تغییر بکنه شرایط و سرکوب شد. این حرکت اخیر، حرکت آبان ماه که واقعا من نمیدونم هنوز چه اسمی روش بگذاریم، انفجار خشم و ناراحتی مردم، خطکشی پررنگ مردم با حکومت، حرکتی است که چند تا ویژگی داره که کاملا نشون میده جنبش های مردمی هم ممکنه نوسان بکنه ولی حول یک خط شیبدار رو به رشد حرکت میکنه. و این اتفاقی که افتاده این است که اولا تمام شهرهای بزرگ کشور، تهران و هفت شهر بزرگ کشور با حاشیه هاشون به همراه ده ها و صد ها شهر کوچیک به اعتراض برخواستند، یعنی در واقع یک گستره جغرافیایی که کم و بیش صحبت از 28 استان کشور از 32 استان که در این اعتراضات مشارکت داشتن. دوم اینکه اگر مثلا در جنبش سبز سال 88 طبقه متوسط، اونم لایه بالایی طبقه متوسط در تهران و شیراز و تا حدی هم رشت مثلا
اندکی هم اصفهان و مشهد اعتراض داشتن، در این حرکت یا در 96 طبقات عمدتا پایین جامعه بودن، در این حرکت از همون ابتدا طبقه متوسط و طبقه پایین با هم به میدان اومدن، هر دو گروه در میدان بودن. طبقات پایین ما میدونید 17 میلیون حاشیه نشین شهرهای بزرگ داریم به گفته وزیر کشور، یعنی ارتش مردم محرومی که به قول اون جمله معروف مارکس در انتهای مانیفست حزب کمونیست که میگه پرولتاریای سراسر جهان متحد شوید، چیزی ندارید از دست دهید مگر زنجیرهایتان، یعنی گروه های اجتماعی که واقعا چیزی جز زنجیرهاشون ندارن که از دست بدن. و در کنار اینها اون وقت ما طبقات متوسط جامعه، معلم، کارمند، روزنامه نگار، حقوقدان، مهندس، تکنوکرات، اینها رو هم میبینیم که به میدان اومدن و تئوری این حرکت رو شکل دادن. بنابراین ویژگی دوم این است که عمق اجتماعی حرکت در لایه های اجتماعی در طبقات مختلف اجتماعی ما گستردگی بی نظیری داره. و سومی هم این که این حرکت واقعا بنزین بهانش بود. بنزین، البته همه انقلاب های دنیا، همه جنبش های دنیا از یه جای ساده شروع میشه، یه در واقع جرقه به انبار باروت میخوره. انقلاب مشروطه ایران هم که شاید یک دهه قبل از اون حرفاش هی زده شده بود، انباشته شده بود، با گرون کردن کرایه گاری عسکر گاریچی از شوش به شابدالعظیم اعتراض شروع شد و شکل گرفت، به تدریج رفت تا اعتراضات مختلف به هم پیوست. اینجا و هر انقلابی هم اینجا بنزین بهانه بود. ما واقعا چند ساعت از جمعه شروع این حرکت نگذشته بود که اصلا شما دیگه شعار بنزین نمیبینید، حد اکثر اگرم بنزین گرون شده خرج فلسطین شده، باز نصف این شعارم اعتراض به سیاست جمهوری اسلامی است. به سرعت این حرکت جهت ضد کل نظام رو به خودش گرفت، جهت شخص آقای خامنه ای در مرکزیتش، ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی، اصل نظام حتی در شعارها منعکس بود. من دستبندی کردم تا اونجا که میتونستم آقای میبودی، دیگران هم دیدم کردن، به لحاظ تعداد به اصطلاح تکثر شعارها، بیشترین شعارها متوجه اصل نظام و اینکه مردم میگن آقا نظام جمهوری اسلامی نمیخواد، زور که نیست که کل این نظام رو نمیخواد. بخش دوم متوجه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که بخش ایدئولوژیک و تبلیغی این نظامه، شعارهایی مثل نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران یا علیه دخالت در سوریه، عراق، نمیدونم فلسطین، یا آمریکا دروغ میگن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، اینا همه در واقع به لحاظ تعدد و تکثر دومین گروه. گروه سوم شعارهای رضا شاه روحت شاه ده. این در واقع هم شعار ما اشتباه کردیم ما انقلاب کردیمه، این عملا نفی انقلاب اسلامی اصلا از بیخ دیگه اصلا سال 57 مردم دارن میگن آقا اشتباه شد اون کشور انقلاب شد، درست هم میگن، یعنی به قول دوست عزیز مای داریوش آشوری میگفت ما دو دفعه انقلاب نکرده بودیم، ببینیم چه موجود وحشی و خطرناکی انقلاب و چه چیز زائدی بود واقعا در مسیر حرکت مردم. حالا تحلیل انقلاب رو نمیخوام بکنم. بنابراین ویژگی سوم این حرکت این است که به سرعت آقای میبودی جهت گرفت به سمت اساسی ترین پایه های نظام جمهوری اسلامی و اینکه و خود انقلاب اسلامی. و چهارمیش هم به نظر من این است که این حرکت به دلیل اینکه هم دولت، هم شخص رهبری، هم سران سقوفه، هم نیروهای سرکوبشون مثل سپاه، نیروی انتظامی، دستگاه اطلاعاتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، همه حضور دارن، بنابراین دیگه اون ابهامام نیست که این حالا علیه به اون وسوم بد میشه، نمیدونم
این کلیشه‌ای که تو خارج یه موقع میفروختن به روزنامه نگارا، یه خارجی که نه 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 نمیدونم دولت ها چیزی نگن. هنوزم پاره از این بساط هایی که جمهوری اسلامی داره مثل نایاک و اینا اینو میگن، این به زیان میانه روها میشه، نمیدونم تند روهان. اصلا این بساط تموم شده است. یعنی اون خندقی که اصلاح طلبان حکومتی بین مردم و حکومت حفر کرده بودند که هر وقت مردم میخواستن برسن به نقطه کانونی حکومت که ولایت فقیه، اینا مثل خندق اون وسط عمل میکردن که نه حالا میریم مثلا یه رای نه 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 این کار نکنیم به زیان خاتمی میشه یا به زیان روحانی میشه، الان میریم اینجوریش میکنیم، نمیدونم حالا میریم مجلس درستش میکنیم. اینا همه دیگه رنگ باخته. یعنی یک طرف یک ملت ایستاده، طرف دیگه یک حکومت ایستاده در تمامیتش و نقطه کانونیش که آقای خامنه است. بنابراین اگر این چهار مشخصه رو بپذیریم، گستره جغرافیایی در سراسر ایران، گستره طبقاتی در لایه‌های مختلف اجتماع، به چالش کشیدن کل نظام و کل انقلاب اسلامی از بنیان و پایه‌های تئوریکش و اینکه هیچ کس در اون نظام دیگه، یعنی فضایی بین مردم و نظام دیگه نیست، یا باید بیای سمت مردم بپیوندی به نفی کل انقلاب اسلامی و نظام و ولایت فقیه و همه داره دست علی به قول معروف علی بابا و چهل دزد بغدادی که حاکمن، یا باید بلند شی بری اون بعد پشت سر این راندخورا و فاسدا و آدم کشی هست. بنابراین من فکر کنم اگر این ترسیم رو بپذیری، صرف نظر از اینکه حالا این حرکت ممکنه بره پایین بیاد بالا، من اینو مخصوصا عرض میکنم آقای میگودی، بلکه پاره دوستان جوان ما در ایران انقدر که میتونن با مثل منی تماس بگیرن الان که اینجورم راه ها رو بستن، دل واپسن، میگن آخ آخ نکنه شکست بخوره، نکنه امروز بهشون این رو میگم، میگم انقلاب اسلامی ایران که ظاهرا به گفته همه ناظران و الان مورخینی که دارن مینویسن بالاخره به تاریخ پیوسته، 40 سال گذشته، خیلی برغاسا پیروز شد، از جرقش که مقاله روزنامه اطلاعات بود تا پیروزیش 13 ماه طول کشید. یعنی در مقاطعی افت کرد باز اوج گرفت. اصلا اینطور نیست که فکر کنید با یه حرکت و 3 روز تو خیابون میشه شاهد پیروزی رو در آغوش کشید. ابتدای راهی قرار داریم که یک فصل جدیده و از مشخصات این فصل جدید با این 4 مشخصه که عرض کردم، اولین نکته اینه آقای میبودی، در واقع نظام جمهوری اسلامی دیگه راه حل سیاسی برای حل مشکلات کشور نداره. یعنی هیچ راهکاری دیگه از این پس ما با یک نظامی که لخت، عریان، اسلحه به دست، آدم کش، هیچ فانکشنی نداره جز سر، نمیتونه مشکل معیشت رو حل کنه، نه بیکاری رو، نه حتی امنیت فردی مردم رو در زندگی روزمرهشون، نه مشکلات سیاست خارجیشو حل کنه، نه داخلیشو، نه موزلات بزرگ اجتماعی مثل همین حاشیه نشینای شهرها، اعتیاد، فحشا، طلاق و هیچ مشکلی رو دیگه نمیتونه حل کنه. یک سلاح هم بیشتر نداره، سرکوب، زور، آدم کشی. به همین دلیل هم میبینید که تا الان که داریم صحبت میکنیم من نمیتونم از تأسفم خودداری کنم، آماری که دست کم به دست ما میرسه، چون بچه هایی در ایران کمیته های بررسی شهدا تشکیل میدن، تو جنبش سبز هم کرده بودن، میرن میگردن ببینن چند نفر واقعا کشته شدن، اسامی رو به دست بیارن و برای اینکه جنازه ها رو میدوزن از بیمارستان ها، سپاه میبره با کامیون حمل گوشت رفته تو بیمارستان سازمان تامین اجتماعی تهران 38 جنازه رو یه جا برداشته برده، بعد خانواده رو تهدید میکنه، اجازه نمیده که مراسم بگیرن و بعدم تهدید میکنه اگه حتی اعلام بکنید مثلا اون یکی پسرتو میگیریم، به دختر تجاوز میکنیم، روزگارتون رو سیاه میکنیم. در بعضی شهرها مثل مریوان یا کرج، شهریار کرج، صحبت از این بوده که 40 میلیون تومان هم تازه گفتن بعد پول بدین تا جنازه عزیزتون بگیم کجا دفن کردیم یا ببرید دفن میکنید. به هر حال کمیته های
بررسی تعداد شهدا، الان آمار کشته ها رو بیش از 400 نفر دارن اعلام میکنن. بیش از 400 هم که شما میزنی استان به استان، منطقه به منطقه. و خانم پرستاری نوشته بود به یکی از دوستان ما که تونسته بود برسونه بهش، که در بیمارستان شهریار کرج بیش از 60 جنازه رو دیده که از فاصله نزدیک به مغزشون شلیک شده و با سر متلاشی شده به بیمارستان آوردن. ببینید این خشونت اوریان، اینا رو معمولا این هسته های ویژه که همون معروف هم به لباس شخصی ها، خیلی هم اتفاقا سازماندهی شدن، یکی یک کلت دست اینا میدن و یه شوکر میفرستن. مثل اون میرکاظمی بودش تو جنبش سبز، ترک موتور نشته بود، اصلش معلوم بود، بعد معلوم شد که یکی میلیاردراست و کلی هم جایزه بابت آدم کشیاش گرفته. از اینا دارن، اینا برای اینکه ترس ایجاد کنن، وحشت ایجاد کنن، در کوتاه‌ترین زمان مردم رو وادار کنن برگردن تو خونه و مبادا امیدوار بشن، مبادا ترسشون بریزه، دست به خشونت اوریان میزنن، دست به آدم کشی اوریان. مثل داستان تجاوز به دخترها در جنبش سبز که میخواستن در کوتاه‌ترین زمان دخترانی که بخش فعال جنبش سبز بودن خانواده ها رو وادار کنن اونها رو مهار کنن. بیش از 40 پرونده تجاوز آقای کروبی تونست جمع آوری کنه و خودشون هم ابایی نداشتن از اینکه اینو اشاره بدن، برای اینکه ترس ایجاد کنن. بنابراین میخوام بگم با حکومتی الان مواجهیم که هیچ مرز اخلاقی نداره و تا از تجاوز تا آدم کشی، از شلیک تو خیابون مثل اون فیلم معروف ویتنام جنوبی که دنیا رو فتح کرد زمان جنگ های ویتنام، حالا فیلم های اینا میاد بیرون، الان در مملکت رو بستن. خب آقای سازگار، همین خشونت که الان شما اشاره میکنید باعث شده که شکاف بیفته. گزارش هایی داریم از شکافی که در سپاه افتاده، در یه جایی سپاه حاضر مداخله نشده، ارتش همینجور در شیراز، در شیراز که مردم هم در جریانش هستند و منجر شده به کشته شدن 7 تن از ارتشی ها، ارتشی هایی که حاضر نشدن در برابر مردم بایستن. حالا پرسش هم اینه، ببینید در مورد ونزوئلا وقتی که شکاف افتاد بین در ارتش هم تو نیروهای امنیتی، کوبا نیروهای خودش رو به ونزوئلا فرستاد، پوتین هم نیرو پیاده کرد، یعنی مشاوران سرکوب که وارد کاراکاس شدن برای پشتیبانی از مادورو. در تونس وقتی مردم به خیابون ها ریختن، ارتش به آقای بن علی حالی کرد که حاضر نیست در مقابل مردم بایسته. بن علی مملکت رو ترک کرد، دست زنش هم گرفت، رفتن به عربستان سعودی، در همونجا فوت کرد. در لبنان نیروهای ارتشی تو خیابون با مردم روابط خیلی دوستانه و صمیمانه ای داشتن. اگر شدت عملی بود از نایه حزب الله بود و گروه های نیابتی که همه ما در عراق، همینطور در عراق نیروهای نیابتی هستند، این تکتیر انداز های آقای قاسم سلیمانی هستند که مردم را هدف قرار میدن. در چی؟ در بلند شرقی وقتی که دیوار فروری نیروهای اشتازی رفتن به روستاها و شهرهای خودشون، کسی نیستاد مقاومت بکنه در برابر مردم، یا در برابر مردم بیسته. ارتش متلاشی شد. در اتحاد شوروی هم همینطور وقتی دوچار ریز. چیه اینا؟ چه نسلی پرورش دادن در ایران از طریق مذهب که همه تبدیل شدن به سلاخ، و جوانهایی که امروز میتونستن در خدمت رفاه و آبادانی مملکتشون باشن، امروز در برابر نسل دیگر همسن و سالهای خودشون ایستادن، اونها رو به این ترتیبی که شما توصیف کردید و باهاشون مقابله میکنن. همه ما میدونیم که چقدر اعتراضشون برحق بوده. آخه آقای خامنه‌ای میگه ما هر کاری دلمون میخواد میکنیم، شما حق ندارید آخ بگید، چون میزنیم شما رو میکشیم. بفرمایید چرا؟ ببینید اینطور نیست. من به صراحت عرض میکنم نیروهای سرکوب در ایران هم مثل بقیه جاهای دنیا شکننده و آسیب پذیرن، به خصوص وقتی که در مقابل اقیانوس مردم قرار. ببینید بذارید به زبون ادبیات و تئوری های
سیویل رزیستنس و مقاومت مدنی صحبت کنم. 4 دقیقه وقت دارید. 4 دقیقه. یکی از ستون‌های مقاومت مدنی، از 3 ستون اکسیون‌های مقاومت مدنی، یعنی اعتراضات عمومی، عدم همکاری‌ها، ستون سوم ریزش از حکومت. در ریزش از حکومت، ستون‌های نگهدارنده حکومت و شخص دیکتاتور، مثلا ستون فرهنگیش که فرض کنید توی رادیو تلویزیون دستگاه‌های تو در توی فرهنگی است که درست کردن، ستون اداری، ستون مذهبی، ستون امنیتی و انتظامیش، اینا به تدریج در مردم حل میشه با بی آبرو شدن حکومت، با مشروعیت زدایی از حکومت. الان که داریم صحبت میکنیم، بدون شک بسیاری از این ستون‌ها در مردم حل شدن. یعنی اگر ستون فرهنگی داره حکومت، حتی در اون رادیو تلویزیونش همشون مسئله دارن و اصلا از اهل فرهنگ واقعی کشور مجزا شدن. 300 تا روزنامه سینماگر می نویسن آقا این چه بساطیه، تئاتر و غیره، موسیقی، هر ستونی رو شما ببینید، حرکت دموکراسی خواهی ایران از پشت دیکتاتور بیارش کنار. مونده آخرین ستونی که در هر کشوری در مردم حل میشه و ریزش کن، ستون سرکوب. اون ستون نگه دارنده، اولا ما در ایران شانس بزرگ داریم، ارتش بیرون از منازعات سیاسی است و 3 برابر سپاه هم نیرو داره و ارتش با ملته، ارتش فدای ملته. اگر میبینید الان پا تو میدون نمیگذاره ارتش، برای اینکه هنوز اون بحران به اون مراحل نهاییش نرسیده که یه فرمانده ارتش یک کمی احساس امنیت کنه. مطمئن باشید اون وقت میان توی خیابون از مردم دفاع میکنن. اما حتی داخل خود سپاه، بگذارید از پیرن سفیدا یا همین هسته ویژه یا نمیدونم اطلاعات سپاه که مثل پیرن قهوه‌ای های فاشیستا یا پیرن سیاه های نازی، اینا دیگه اون کرن، مگه چند نفرن؟ من تو همین جنبش اخیر هنوز تایید نهاییشو نگرفتم، ولی دست کم از 2 تا پادگان سپاه به هم خبر رسید که پاره افراد سپاه تمرد کردن، گفتن ما مردم نمی کشیم. برای اینکه اینا هم زن و بچه دارن، اینا هم تو همون جامعه زندگی میکنن، اینا هم بچهش تو مدرسه، بچه های دیگه بهش حرف میدن. ما اینو قبلا تو جنبش سبز هم دیدیم، زنش در محله که به خصوص شهرهای کوچیک. بنابراین اصلا این تصور های میبادی نباید داشت که اینا یک چیز سالید و بستهی هستن که نمیشکنن. چرا؟ به خصوص وقتی تداوم پیدا میکنه، به خصوص وقتی که ادامه پیدا میکنه، اینها شکنندگیشون افزایش میده. به همین دلیل هم سعی میکنن در کوتاه در این زمان 3 روز 4 روز 5 روز 7 روز تا اونجا که میتونن خشونت بکنن، تا هنوز ترک بر نداشته کامل، سرکوب کنن مردم برن تو خونه، برای اینکه میدونن تداوم تماس مردم، مقابله مردم با نیروهای سرکوبشون اونها رو شکننده میکنه، مسئله دار میکنه، ناچار میشن دوبار فکر کنن و میرسن به این سوالات اساسی که واسه فساد خامنه‌ای و پسرش و یه عده سردار شکم‌گنده‌ای که میلیاردها میخورن چرا باید دستشون به خونه مردم آغشته باشه. بنابراین نه، هستن کسایی که به قول شما آدم خور و آدم کشن. این حکومت حتی رفته سوء سابقه دارا رو میاره، بهشون چوب و چماق و اسلحه میده، میندازه به جون مردم، پول میده، ولی اون بدنه اصلی دیر یا زود در اقیانوس مردم حل میشه وقتی که خب تو همینجا داشته باشیم. آقای دوست سازگارا تشکر، چون موضوع مهمی است، خیلی موضوعی، بخشی پایانی برنامه رو باید بیشتر راجبش صحبت بکنیم، حتما برنامه رو پی بگیرید. آقای دکتر سازگارا خیلی تشکر میکنم از حضور شما. ممنون از رضا جان، سپاسگزارم.